با سلام خدمت دانشجویان عزیز، جلسه دوم درس محاسبات عددی و در خدمت شما هستیم. ما جلسه قبل یکم راجع به مقدمات این درس و اهمیت فوق‌العاده‌ای که توی در واقع طراحی‌های الان مخصوصا توی کارهای محاسباتی که الان داره انجام میشه و کارهای عددی، حالا تو رشته مکانیک یه مقداری زوم کردیم و اهمیتش رو گفتیم و گفتیم که چقدر این درس در واقع اهمیت داره بحث محاسبات عددی. حالا قاعدتا محاسبات عددی همونطور که اشاره کردیم همیشه یک خطایی داره، البته همه سیستم ها خطا دارن و ما هیچ سیستم بدون خطایی به اون معنی که کامل هیچ خطایی نداشته باشه عملا نداریم. خب حالا این جلسه میخوایم یکم راجع به خطاها صحبت کنیم. خب خطاها به دلایل مختلفی ممکنه توی سیستم رخ بده و وارد محاسبات ما بشه. خب منابع خطا رو اگه بخوایم بگیم، اگر ما جلسات قبل رو دقت کرده باشین اومدیم گفتیم که اصلا چرا روش های عددی اومدن و بولد شدن اصطلاحاً، به خاطر مشکلاتی بود که حل های تحلیلی و کارهای در واقع تجربی داشت. خب حالا بر همون مبنا من میرم جلو. پس منابع خطا رو اول اینجا میگم، بعد کم کم میریم جلوتر. خب منابع خطا، حالا یه نامگذاری اول انجام بدیم. منابع خطایی که ممکنه ایجاد بشه، یعنی چه چیزایی باعث خطا میشن. اول یه تیتروار راجبش صحبت میکنیم، بعد میریم و مفصل راجع به هر کدوم از اینا صحبت بکنم. اولین در واقع منبع خطا، در واقع خطای داده هاست. خطای داده، مثلا شما میری تو آزمایشگاه و در واقع میخوای یه دیتایی و یک آزمایشی انجام دادی و قاعدتا یه سری اعداد و نوشتی و یادداشت کردی. خب حالا مثلا کلیس زدی، با توجه به دقت کلیست یا کرومت داشتی یا دستگاهی که داشتی یه سری در واقع اعداد و از روی اون یادداشت کردی یا به شما داده و شما اینا رو حالا استفاده میخوای بکنی. خب با توجه به نوع دستگاه ممکنه ما خطای مختلفی داشته باشیم. دومی خطای مدل، سومی نوع خطا، در واقع خطای گرد کردن هستش، چهارمی هم خطای برش. البته راجع به تک تک اینا الان مفصل صحبت میکنم. و اول بریم سراغ خطای داده، خطای در واقع داده ها. عرض کردم معمولا شما مثلا داخل آزمایشگاه مثلا میخواید بیاد یک تست خطای داده، میای مثلا میای یه تست خاصی انجام میده، یه سری دیتا رو ذخیره میکنی. پس این خطای داده که در واقع به هنگام ضبط نتایج در آزمایشگاه ها و کارگاه کارگاه ها و غیره در واقع اتفاق می افتد. یه مقدارش در واقع به واقعیتش اینه که به دستگاه ها وابسته است. خب بعضی خطا دستگاه ممکنه خطا کمی داشته باشن، بعضی ممکنه خطا زیادی داشته باشن. یه مقداری هم به مهارت اون کسی که داره یادداشت میکنه، حالا که به چه شکلی در واقع اینا رو داره گرد میکنه که حالا صحبت میکنیم. پس وقتی که دیتای آزمایشگاهی در واقع داره ضبط میشه و یادداشت میشه، این خطا ممکنه اتفاق بیفته. مثلا میگم شما اومدی کلیس زدی، خب میای مثلا کلیس میزنی، خب مثلا کلیس شما دقتش ممکنه مثلا 2000 اون باشه. قاعدتا وقتی 2000 اون باشه دیگه اعداد بالاتر از اون دیگه ممکنه معنی نداشته باشه. مثلا میگم شما اومدی اندازه زدی، مثلا شده 3 مثلا 26. خب حالا اینجا خب قاعدتا یه سری اعداد ما داریم دیگه، ولی کلیس شما بیشتر از این دیگه نتونسته برای شما بخونه، بنابراین از اینجا به بعد دیگه میشه اون مقدار، درست این مقدار واقعیشه دیگه، درسته؟ ببین شما در واقع این مقدار واقعی مونه که باید ضبط میشده، این الان مقدار
واقعی مونه. خب این مقداریه که شما یادداشت کردید، در واقع مقدار ضبط شده است. قاعدتا این با این، خب این پس یه خطا به ما میده. این دوتا اینجا یه سری اعداد بودن دیگه که شما به خاطر در واقع دقت دستگاه اندازه گیرید ممکنه به این مشکل خورده باشه. خب یا نه اصلا ممکنه که خطای ذاتی خود دستگاه باشه و بحثای دیگه. پس این نوع خطا خیلی خطای در واقع مرسومی هستش، خیلی هم خب. حالا روش های مختلفی هم هست برای اینکه ما اینو بیایم کمش کنیم. مثلا میگم تو کار آزمایشگاهی شما وقتی میخوای تست مثلا کشش انجام بدی و بخوای خواص در واقع مکانیکی یک جنس رو تعیین بکنی، مثلا اگر جنس شما فلزی باشه، استانداردهای STM میگن که شما تا 3 بار، یعنی از یک نمونه 3 بار انجام بده. خب یعنی 3 تا نمونه رو بکش، حداقل 3 تا نمونه میخوای که انجام بده تا ببینی آیا واقعا اینا رو هم فیت میشن یا نه. ولی مثلا میگم تو نمونه های پلیمری معمولا 5 تا و حتی 7 تا توصیه میشه، به خاطر اینکه خود نمونه های پلیمری وقتی دارن ساخته میشن، البته این که دارم میگم منظورم حالا نوع پلیمرایی که دارم میگم بیشترم حالا منظورم ترموپلاست هاست، این استانداردی که دارم عرض میکنم خدمتتون. اینا وقتی دچار کشش، مثلا همونو میخوای تست کشش بیای انجام بدی، شما مجبوری که 5 تا یا حتی میگن 7 بار. چرا؟ چون شما نمونه فلزی که ساخته میشه، روند ساخت نمونه فلزی اینه که خب اینا تو یک در واقع حجم خیلی زیادی یک دفعه ساخته میشه، بعد اون نمونه میاد تراشکاری میشه و اصطلاحا مشکلات در واقع ساختاری کمتری ممکنه در حین ساخت براش ایجاد بشه، یا اگر هم هست برای همش یکسان. ولی تو نمونه پلیمری مثلا اگر با روش اینجکشن یا حالا تزریق تولید بشن، حالا تجربه‌ای که حالا من خودم داشتم اینه که معمولا نمونه های تزریقی که میخوان تولید بکنن، اون نمونه های اولیه معمولا خیلی نمونه خوبی نمیشه اصطلاحا، به خاطر اینکه قالب تزریق، حالا لغت هایی که میگم اگر بعضی جاش ممکنه که برای شما خیلی مفهوم نباشه، خیلی راحت سرچ بزنید، مثلا میزنید روش تولید تزریق. حالا حتی اینجا خودم الان میتونم براتون سرچ بزنم، منتها خب تایم کلاس ممکنه گرفته بشه. شما وقتی با تزریق یک نمونه رو تولید میکنید، تقریبا اکثر قطعات پلاستیکی که اطراف رو میبینیم با روش تزریق، چون این روش خیلی سریع و سرعت بالا و نمونه های زیاد. ولی قبل از اینکه قالب داغ بشه اصطلاحا و اون دمای تزریق و اینا خوب در واقع دستگاه به حالت استدی استیت برسه، مخصوصا نمونه های اول ممکنه نمونه با کیفیتی نباشن. به همین خاطر میان مثلا 5 تا یا 7 بار، حالا استانداردش هست میتونید مراجعه بکنید، باید از اون نمونه که میخوای تست روش انجام بدی 5 تا 7 بار، یعنی نسبت نمونه فلزی که 3 بار خیلی بیشتره. چرا؟ میخوان دقیقا همین خطای داده رو کم کنن. یعنی میایم چیکار میکنیم تو آزمایشگاه؟ تعداد انجام تست ها رو زیاد میکنیم. و حالا اینا فقط اینجوری نیست که حالا فقط تو آزمایشگاه باشه بچه‌ها، این خطاها ممکنه تو کارهای عددی که انجام میدین و بحثایی اگر محاسباتی انجام میدین که حالت، یعنی دارین از اعداد رندوم استفاده میکنین، اصطلاحا داری کار در واقع آماری انجام میدی، اونجا هم پیش میاد. به همین خاطر میگن این نمونه هاتون رو زیادتر بکنین. روش خیلی زیادی داریم، حالا من خیلی دیگه واردش نمیشم چون از مبحث دور میشیم. خب برگردیم روی خطای بعدیمون، در واقع خطای مدل. خب این خطای مدل دیگه، خطای مدل اینو شما توی تمام درس‌های مکانیک اصلا در واقع جان علم هست که ما مدلایی که داریم همشون خطا دارن. یعنی چی؟ مثلا میگم شما میای تو استاتیک یه مسئله تیر که میخوای حل کنی، یک تیر ساده که میخوای حل کنی، یا حالا مثلا یک تیر یک سرگیردار که تو استاتیک میای اینو حل میکنی و حالا میای خیلی راحت میای اینجا یه نیرو میذاری دیگه، درست میگم؟ مثلا فرض کنیم من یک نیرو F اینجا دارم، شما میخوای ببینی عکس العمل این سیستم چیه. خب مدل شما کلی فرضیات داشتیم ما تو استاتیک، یکیش که خیلی خیلی در واقع مهمه و در واقع تفاوت درس استاتیک با مقاومت هست، اینه که ما جسممون رو میام سلب میگیریم. یعنی میله‌ای که داری چی میگیم؟ میگیم جسم چیه؟ سلبه توی استاتیک، درسته؟
تو استاتیک ما میگیم جس صلبه. چرا میگیم صلبه؟ به خاطری که در واقع میخوای محاسباتمون خیلی راحت تر انجام میشه و حالا بحث های دیگه. بعد یکم تو دینامیک ما همینه، ما جسم رو صلب میگیریم، چون اگه بخوام تغییر شکل هم داخل محاسباتمون بکنیم دو تا اتفاق میفته، یکی که محاسباتمون خیلی زیاد میشه، دوم اینی که شاید خیلی اثری روی کار ما نداشته باشه. حالا پس ما توی پس این مدل ما خطا داره دیگه، ما اینو خودمون میدونیم که وقتی یک تیر یک سرگیر داری تحت نیرو قرار میگیره این میاد پایین تر، درسته؟ و این مقدار تغییر شکل رو ما اصلا توی مدلمون نیاوردیم، بهم میگن خطای مدل. حالا میاد تو مقاومت مساله چیکار میکنه؟ میاد اصطلاح اتفاقا این تغییر شکل هم در نظر میگیره، خب که برای تیرای نامعین ما استفاده میکنیم برای حلش، اونا رو هم اونجا میگیره. من تو اونجا یه فرضیه دیگه ای مثلا در نظر میگیره که میگه تغییر شکل خیلی کوچیکه و در واقع این فرضیه که ما توی مقاومت مساله انجام میدیم. حالا خیلی نمیخوام وارد بحثا بشم، ببینین هر سیستمی خطا داره ولی به این معنی نیست که قابل استفاده نباشه، اتفاقا خطا رو توی محدوده ما کنترل میکنیم و استفاده میکنیم، طراحی میکنیم و کل طراحی و مهندسی دقیقا روی میچرخه، انجام کار اصطلاحا کار را میفته. حالا با یه خطایی که ممکنه اثر خیلی زیادی تو کارهای ما نداشته باشه. پس خطای مدل در واقع به خطای مدلایی که ما در نظر میگیریم. مثلا میگم شما میای حالا مثال ملموس‌تر بزنم براتون، مثلا شما میای یه میله رو میکشین، درسته؟ تو تغییر شکلای در واقع محوری این از دو طرف میکشی دیگه، درسته؟ تنشی که برای می نویسی میگی زیگما برابر با اف بر آ، درسته؟ که ولی واقعیت قضیه چیه؟ این به محضی که یکم تغییرش پیدا میکنه، خب قبول دارین آ، البته توی موادی که تا الان ما میشناسیم ولی سری مواد اومدن که نسبت به آثار اوناشون منفیه. حالا اینا رو که میگم سرچ بزنین چیزای جالبی پیدا میکنه، یعنی اون چیزی که تا الان تو ذهنتون اینه که وقتی اینا رو میکشین سطح مقطع کم میشه دیگه، درسته؟ سطح مقطع کم میشه پس اف میره بالا، خب عذر میخوام سطح مقطع کم میشه بنابراین زیگما میره بالا، درسته؟ خب این زیگما میره بالا رو ما هیچ جا نمیاریم، به این خاطر به همین میگیم تنش مهندسی. البته که حالا منحنی تنش کردنش هم که دیده باشید و حالا توی مقاومت قاعدتا باش برخورد خواهید داشت، ما میام دو جور تعریف میکنیم، ما میام میگیم ما یه تنشی داریم، این تنش، اینم کردنش. حالا اگر تو کشش باشه، خب ما یه چنین چیزی داریم که بهش میگیم تنش مهندسی. میایم فرض میکنیم آ ثابته، خب و چون آ ثابته حالا اف داره تغییر میکنه یه زیگما افی به دست میاریم، ولی واقعیت قضیه چیه؟ واقعی که ما بهش میگیم چی؟ تنش مهندسی. نمودار در واقع تنش مهندسی است که داره تغییر میکنه، ولی واقعیت اینه که هر چقدر این کشیده میشه سطح مقطع کم میشه، سطح مقطع کم میشه تنش میره بالاتر و تنش بعدی تو کشش ها نه توی فشار. سطح مقطع کم میشه، واقعیت اینه که بچه تنش اصل واقعی اینه، یعنی یه مقدار از هر چقدر میاد بالاتر بیشتر خودش نشون میده، این تنش واقعیه. این از کجا به دست اومده؟ این میاد سطح مقطع رو لحظه به لحظه حساب میکنه. حالا کلی روش و ایده هست، حالا بزنید سرچ بزنید این کلی پیدا میشه. پس مدل ما ببین چقدر خطا داره. حالا اینکه خطا چقدر اثر داره توی کار بحث دیگه است، ولی خطا داریم و این خطای مدل ماست. این نیست که این مدل به درد نخوره، نه، ما میگیم این مدل با این فرضیاته و حالا خطاش هم هرچی که هست میپذیریم تا در یک تا یه محدوده خاصی میتونه برای ما کافی باشه. خب این از خطای مدل. حالا بگردید کلی هست دیگه، یعنی تمام درسای ما اصلا هم اونجا که میگن ببین شما هر جا تو درسای مهندسی حالا تو درسی که دارید هر جا گفته فرض میکنیم، اصلا گفت فرض میکنیم بدون که خطای مدل وارد محاسبات ما شده بدون شک و این یعنی دیگر وارد محاسبات ما شده. حالا اینکه چقدر اثر داره داستان دیگه است. گفتم به عنوان مثال توی مثلا ترمودینامیک و اینا ما میگیم مثلا فرض گاز ایدئال، مثلا خود خودش یه سری در واقع فرضیات میاره. توی دینامیک ما دقیقا همینو داریم، میگیم که ما جسممون صلب بوده، جسمو حین مثلا تغییر حین در واقع بحث های سینماتیک و سینتیک ما چی نداریم، ما تغییر شکل نداریم و اصلا جسممون صلبه و حالا درس های دیگه. یا مثلا تو بحث سیالات ما میگیم سیالات مثلا
سیاله نیوتونیان، بله ما غیر نیوتونی هم داریم، تمام اینا بچه خطای مدل، خیلی بحث مهمیه واقعیتش خطای مدل، و هر چقدر رو مدل جدیدتری ارائه میشه معمولا هول هول هوش این مسئله میچرخه. خطای بعدی خطای گرد کردنه، خطای گیر کردن. خب خطای گیر کردن به این شکلی که شما یه عددی داری، خب اینو میخوای بزنی، بالاخره تو محاسباتت میخوای وارد کنی، مثلا یک سوم. خب یک سوم چجوری می‌نویسی؟ یک سوم ما اینجوری می نویسیم، درسته؟ میگیم یک تقسیم بر سه. این میخوای مثلا بیاری تو محاسباتت انجام بدی، آقا میگی سه 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 تا چقدر؟ این همینجوری ادامه داره دیگه. حالا دو سوم چی؟ دو سوم میام میگیم چی؟ صفر شیش شیش شیش، درسته؟ خب حالا ما اینو میخوام گردش کنم، چیکار میکردیم؟ خب مجبورم که اینو بالاخره یه جای گرد کنم دیگه. میگم آقا مثلا شما یه دیتا رو میخوای گذار، مثلا میگم رفتی تو آزمایشگاه نمیتونی تا آخر بنویسی، یا مثلا سر جلسه امتحان، یا اصلا یه عددی میخوای گذار تا کجا؟ ببین میگم چیکار میکنم، میگم گردش میکنم، آقا سه رقم چهار رقم. خب مثلا میگم اینو من وقتی گرد میکنم مثلا تا سه رقم، خب این سه تا رو نگه میدارم، درست شد؟ میگم به این آخرین رقم نگاه میکنم، درسته؟ سی و سه، درسته؟ حالا اینکه چرا این، حالا نگاه کن، حالا این چی میشه؟ این ما به این میگیم شیش شیش، اگر سر رقم بخواییم هفت میذاریم، درسته؟ یه قاعده ای داره، خاطرتون هست؟ قاعده هست چجوری بود؟ وقتی شما میخواید تا سر رقم در واقع گر کنی، خب وقتی شما میخواید تا سر رقم گر کنی، میای به این عددی که اینجا هست نگاه میکنی، خیلی ساده است، میای در واقع به این عدد، به این دو تا عدد آخر دقت بکنی، اینجا هایلایت کنم برات. ببین الان شما 3 که داری میای اینجا، خب شما الان اینو در واقع 333 چه کردی؟ گزارش کردی، درسته؟ حالا قبول داری اگه این 3 مثلا 9 بود بعد چی کار میکردی؟ اگر 9 بود ما باید قاعدتا این رقم 3 آخر رو چی کار میکردیم؟ 4ش میکردیم. یعنی پس اصولش اینجوریه، میایم به این، حالا گفته تا سه رقم دیگه، درسته؟ میای به رقم چهارم نگاه میکنی، دو تا سه تا حالت ممکنه پیش بیاد، این اگر کوچکتر از 5 باشه، درسته؟ تو هیچ، همینو مینویسی، منطقی هم هست دیگه. مثلا فرض کن 31 بود یا 23 بود، کلا حذفش بود اگر کمتر از 5 بود. اگر بیشتر از 5 بود، خب یه دونه به این رقم آخری باید چیکار کنی؟ اضافه کنی. ببین به خاطر که مفهومو بهتر بفهمید، ببین از اینجا به بعد نگاه کنی، از اینجا به بعد ببین الان اینجا به بعد من چی دارم؟ انگار این رقم اینجا رو من بخوام بنویسم، انگار یه سه دارم، بعد یه سه 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 سه. خب من اینو میخوام در واقع اینجوری بنویسم دیگه. خب اینو میخوام چه جوری بنویسم؟ اینو میخوام بنویسم 6 0 0 0. خب درست دارم میگم دیگه، این 6. خب حالا ببین این 3 همین 3 است اینجا. خب حالا قاعدتا این عدد رو نگاه کنین، این چون کوچکتر از 5، پس من اینو به صفر نزدیک میبینم، درسته؟ به در واقع به صفر من اینو نزدیکتر میبینم، یعنی میتونم بنویسم 3333. خب حالا این رقمه چون کمتر از 5 رو اصلا من بهش دست نمیزنم و حذفش میکنم، ولی اینجا رو نگاه کن، من اگه اینو بخوام همینو بنویسم، یعنی اینم بنویسم 6، خب یعنی من بخوام بنویسم 6، چه اتفاقی میفته؟ این چیزی که اینجا نوشتم، این عدده در واقع 66 66 بوده، همونجور برو تا آخر، تبدیل شده به چی؟ 6 0 0 0. ولی اگه با این روشی که ما میگیم، میگیم که آقا این بزرگتر از 5، این رقم 4 میه بزرگتر از 5، بنابراین به قبلی یه دونه اضافه میکنیم که عددش 7. چرا؟ چون من در واقع اینجا الان شده 7000، درسته؟ اینجا شده چی؟ 3. حالا همینجوری برو تا آخر دیگه. خب حالا اگه دقت کنی ببین این عدده، این 3000 الان به این 33 نزدیکه، خب ولی این 7 حالا هر چند تا صفری که داره به این 6 هر چند تا صفر نزدیک نیست، به یه دونه بالاتر، به این نزدیک تره،
دقت کردیم. بنابراین عددی که ما اینجا داریم 6 6 6 درسته، 6 حالا همه 6 به 7000 خیلی نزدیکتره تا 6، حالا بقیه 0. اینجا برعکسه، اینجا 3000 به 3000 نزدیکتره، تا اگه من اینو بخوام میکنم 4 بشه 4000. خب حالا به خاطری که اینو یه مقداری به قول خودمون مثل حالت برنامه نویسی باشه، پس سه تا حالت بیشتر نداریم. پس اگر گفت خواستیم تا این رقم در واقع گیر کنیم، اگر خواستیم تا این رقم گیر کنیم، پس الگوریتمش اینجوریه. اگر بخواهیم تا این رقم گیر کنیم، به عدد بعدی نگاه میکنه. خب سه تا حالت میکنه داشته باش. اسم اون عدد رو من میذارم آ. این آ چه حالت هایی ممکنه داشته باشه؟ این آ بزرگتر از 5، مساوی 5، کوچکتر از 5. خب حالت سادش اینه که کوچکتر از 5. اگر آ کوچکتر از 5 باشه، بچه من اینجا الان یه عددی براتون می‌نویسم. به مثلا فرض کنید 3، مثلا 37، مثلا 40. خب من اینو میخوام تا 3 رقم اعشار مثلا گرد کنم. خب یعنی الان n چنده؟ 3. من میام به بعدی نگاه میکنم، میام به این نگاه میکنم. خب اگه این باشه چی بود؟ 3، 35، 43، 46. طبق الگوریتمی که توضیح دادم خدمتتون، سه رقم مگه نیست؟ این سه الان چیه؟ کوچیکتر از 5. بنابراین کل اینا حذف میشه، چون کوچیکتر کلا میشن صفر، میشه 3 354 وقتی گرد میشه. بچه حواستون باشه بقیهش رو صفر نذاری یه موقع. الان میشه این. خب چرا؟ چون این کوچیکتر از 5. حالا یه مثال دیگه بزنم. عرض به خدمت شما که بیا الان من اینو میخوام گردش کنم. خب میام چیکار میکنم؟ میام، خب این سه رقمو که اوکیه، میام به این نگاه میکنم. حالا در واقع به این، به این نوعه، این الان بزرگتر از 5 درسته. بنابراین اگر بزرگتر از 5 به این قبلیش یه دونه اضافه میکنم، بنابراین میشه 3.672. درست شد؟ پس اینجا بنویسیم اگر آچی شد به رقم قبلی 1 واحد اضافه میکنم. چه عدد هم نگاه کنیم این منطقی دیگه، یعنی این 3672 خیلی به این نزدیکه تا شما بخوای اینو بگی 3671، درسته؟ یعنی این عدده به 3672 نزدیک تره تا 3672. برعکس این یکی به 3354 نزدیک تا به 3355. در واقع اگر آ بزرگتر از چیزا بود هیچ کاری نمی کنیم، هیچ کاری نمی کنیم. خب حالا ممکنه سوال پیش بیاد که معمولا همیشه چیزای مرزی برای مشکل ایجاد میکنه. اگر این 5 باشه، یعنی این عدد آی که ما اینجا داریم 5 باشه، عددی که اینجا اگر 5 باشه باید این کارو بکنه. میای خب حالا اگر 5 باشه دو تا حالت ممکنه پیش بیاد. ببین منظورم این عدد، این عدد است. این اگر چی باشه؟ 5 باشه، یعنی نه بزرگتر از 5 باشه نه کوچکتر از 5. این عدد منظورم. این وقتی 5 باشه میایم به رقم قبلیش نگاه میکنیم، به این، به رقم قبلی. پس این
اونجا به رقم قبلیش. اگر این حالت پیش بیاد پس به رقم قبلی، به رقم قبلی نگاه میکنیم. درست شد؟ حالا دو تا حالت ممکنه پیش بیاد. این رقم قبلیش ممکنه زوج فرد باشه، ممکنه زوج باشه. اگر فرد بود یه دونه اضافه میکنیم میشه مثل بالاییه، اضافه میکنیم. اگر زوج بود میشه مثل پایینیه، اضافه نمی کنیم. حالا مثال اینجا براتون میزنم، مثالش اینجا جا نمیشه. خب مثلا فرض بفرماییم که 45 ممیز 57 56، همون سه رقم اینجا، همینجا منظورم همون سه رقم، مثلا 19 ممیز 57 65. خب گفته تا سه رقم، حواست باشه اینجا گفته سه رقم، هم مثل قبلی است. میام تا سه رقم. خب رقم چهارم نگاه کن اینجا چیه؟ پنج. خب رقم چهارمی پنج، نمیدونیم که این سه رو اضافه بکنیم یا نکنیم. میام به خودش نگاه میکنیم، اگه فرد بود که دست نمیزنیم مثل اینجا، پس فرد من دست نمیزنم میشه 45. ببخشید باز میخوام، چون فرد اضافه میکنیم میشه 57، سه یه دونه اضافه میکنیم میشه چی؟ 4. اینجا چی؟ اینجا سه رقم، من نگاه میکنم رقم چهارم پنجه، برمیگردم عقب زوج دست نمیزنم میشه 5 7، در واقع 6. پس اینجا هم 5 بود. پس این الان بدون تغییر موند، این سه یه دونه بهش اضافه شد. شد در واقع این یه کاری میکنه که تمام این آخری همشون زوج بشن. حالا یه قرار داده، حالا اطلاع ندارم که قاعدتا روی مبنی باید داشته باشه، ولی خب یه قرار داده، حالا برای راحتی کارمون اومدیم این کار رو انجام دادیم، ولی احتمال خیلی زیاد یه بیس در واقع تئوری هم پشتش باشه. پس این از نحوه گیر کردن، خیلی مسئله مهمیه. حالا مثلا بچه ها تو برگاه امتحانیشون من میبینم که تو گیر کردن ها خیلی چیزای عجیب غریبی میبینیم. البته ماشین حساباتون رو نگاه کنید، یه دکمه داره فیکس، میتونی فیکسش کنی، بگه آقا برای من تا سه رقم گیر کن، دیگه همه محاسبات رو با سه رقم یا دو رقم یا چهار رقم انجام میده و نیازی نیست که حالا همونجوری که داری مینویسی حالا به فکر گیر کردنم باشی، مثلا به پنج هم بخوری و مجبوری که اینا رو هم چک کنی. خب آخرین منبع خطا، خطای در واقع اینجا نوشتیم، خطای برش. البته حالا ممکنه منابع مختلف رو نگاه کنیم، ممکنه چیزای دیگه ای هم توش باشه، ولی ما اصلی ها رو سعی کردیم برای شما عنوان کنیم. خب خطای برش، خطای برش، حالا چون برنامه نویسی هم با خودم داشتیم اونجا ما زیاد راجع به این صحبت کردیم، وقتی که ما معمولا از توابعی که استفاده میکنیم از سری تیلور چیز بدیم، خطای برش، حالا به این خطای باقی ماندن میگن. ببین معمولا ما مثلا میگم تو سری تیلور، و این کیا اتفاق میفته؟ وقتایی که شما توابع رو میای حالا با سری ها معمولا حد میزنی. خب خیلی مرسوم ترینش سری های تیلور هست دیگه. مثلا شما سینوس ایکس رو میگی چی؟ میگه ایکس منهای ایکس تقسیم بر سه فاکتوریل به اضافه ایکس پنج. حتی بچه این نحوه خطایی نشد دو جلسه جلوتر کامل میگیم حساب بکنیم، اینجا فقط در حد معرفی هستش. نگاه کنی و بالاخره هرچی بنویسم از این هست دیگه. خب به این میگن خطای برش. یعنی چی؟ مثلا من میام یه جمله رو میگیرم، یا میام دو جمله رو میگیرم، یا مثلا میام سه جمله رو در نظر میگیرم. اگر خاطرتون باشه ما توی چی هم اینا رو اصلا رسم میکردیم براتون دیگه تو برنامه نویسی، مثلا اینا میامدیم رسم میکردیم، میگفتیم که اگه این در واقع تابع سینوس باشه، من مثلا فرض کنیم که این الان خود تابع
این الان فرض کنیم که سینوس ایکس باشه. نگاه کنیم اگه من جمله اول رو بیام در نظر بگیرم، یعنی برش اینجا برش بزنم، اگه من اینو اینجا برش بزنم، تابع من میشه چی؟ میشه این، میشه ایگرگ مساویس با ایکس. رسمش کنم چجوری میشه؟ مشخصه دیگه، چنین تابعی میشه، در واقع میشه این. ببین حالا با مطلب بکشیم خیلی قشنگتر و تمیزتر در میاد. این میشه در واقع وای یک، حالا اسمش رو بزنیم وای یک، مثلا وای یک ایسی. میبینید این میشه. حالا اگه بیام دوتا رو در نظر بگیرم، یه قسمت از این رو میگیره، حالا میتونید رسمش کنید، و یه قسمت از این، یعنی یه تابع درجه سه. اگر فو بالا بکشم، اجازه بدیم با یه رنگ دیگه بکشم، این میاد حالا تا یه حدی اینجا رو پوشش میده احتمالا، و حالا این هم اینجور. و اگه خواستی خودت با مطلب میتونی اینا رو ترسیم میکنی. برای x5 هم هر چقدر تعداد جملات رو میبریم بالاتر، این به اینا چی میشه؟ دقیق تر میشه. ماشین حساب هم بچه مثلا سینوس و کوسینوس اینا رو نمیشناسه ها، دقیقا با همین سری های تیلور میشناسه. حالا معمولا یه سری تکنیک ها استفاده میکنن که در واقع این، چون این تا آخر که نمیتونه با این دقت بره جلوتر، میان حالا یه تکنیک های استفاده میکنن که مقدار خطاشو بیارن پایین. پس خطای برش وقتی اتفاق میفته که ما سری هایی که داریم رو ببریم و بقیش رو استفاده نکنیم، و همونطور که میبینین ما هر چقدر تعداد جملات بیشتر کنیم قاعدتا خطامون کمتر خواهد شد. آخرین بحثی که باید پیش ببریم در واقع رو بحث انواع خطاهاست، که ما خطاها رو به خاطری که راحتتر بتونیم در واقع تقسیم بندی بکنیم، در حالت کلی ما سعی میکنیم که در واقع انواع خطا اگه بخوایم بهش بگیم، انواع خطا ما در حالت کلی دو نوع خطا داریم، یکی خطای مطلق، دومی خطای نسبی. اول بیم راجع به خطای مطلق صحبت کنیم. خب خطای مطلق اینجوریه، ببین شما یه عددی داری، خب به یه عدد دیگه میرسی، این دوتا رو هم کم میکنی بهش میگن خطای مطلق. خیلی ساده است. خطای مطلق میگیم چی؟ همون با حروف بزرگ هم نمایشش بدم. ای آ میشه چی؟ قدر مطلقه ایکس منهای آ. قدر مطلقه میذارن که دیگه برای جایی نرم عوض بشه خیلی اهمیتی نداشته باشه. خب ایکس میشه چی؟ مقداری که به دست اومده، مقدار به دست اومده. آ میشه چی؟ مقدار واقعی. خطای نسبی میاد با از خطای مطلق بهتره، حالا دلایلشون. تو خطای نسبی که با ای آ حالا با حروف کوچیک نمایشش میدن، میام میگه که شما اینا رو که از هم کم کردی یه زحمتی بکش دوباره به واقعیه تقسیم کن. حالا چرا میگه این کارو بکن؟ به خاطر اینکه ما در واقع وقتی خطای نسبی بررسی میکنیم خیلی بهتره. خطای نسبی مثلا میگم شما اینو تقسیم میکنی، حالا اگه این ضرب در صد کنی به درصد هم بیان میشه دیگه، میگه ما 10% خطا داریم، 15% خطا داریم، درست شد؟ این ایکس ها هم همین تعریف های بالاست. خوبیش اینه که شما میگی مثلا من 10% خطا دارم، 20% خطا دارم، ولی تو خطای مطلق میگی خطای مطلق من 2، 3 مثلا. اومدی به عنوان مثال، اومدی مثلا تو آزمایشگاه مدول الاستیک فولاد و مثال بین مثال فرض بفرمایید که حالا اینجا مدول الاستیک، حالا بگیم زیگما وای پی، تنش تسلیم مثلا فولاد مثلا 250 مگاپاسکل، حالا یه جنسه، حالا هر یکی از گریداش. خب بعد شما میای میگی آقا ای آ، خب میگی که 10 مگاپاسکاله، حالا ببین کدوم دیده بهتری میده.
خب وقتی میگه 10 مگاپاسکال، میگه خب 10 مگاپاسکال زیاده کمه؟ دقت کردی؟ حالا ممکنه اطلاعات بعدی رو بخوای بگی که نسبت به چی؟ مثلا 10 درست باشه، مثلا خطاش 10 مگاپاسکاله، ولی نسبت به چی؟ نسبت به چی 10 مگاپاسکاله؟ میگه که نسبت به 250 داره. بعد اون موقع میگه خب زیادم نیست. این که اینو میای با این میسنجی، دقیقا داری خطای چی حساب میکنی؟ دقیقا شما داری خطای نسبی حساب میکنی. ولی مثلا میگم حالا ببین، اگه من ای آر رو بگم، در واقع میشه ای آر رو، اگر بچه اینجا دقت کنی، همون ای در واقع آی کوچیک خطای نسبی میشه، همون خطای مطلق تقسیم بر مقدار واقعی. یعنی اگر الان اینجا من بخوام حساب کنم، میشه همین 10 تقسیم بر این 250. چقدر میشه؟ میشه 400. خب میگه خطا 400 اومه، میگه 400 اومه خیلی خوبه که خطای نسبی 400 اومه، خیلی خوبه، یعنی میگه 400 اومه خیلی خوبه. خب ولی وقتی میگه 10 مگاپاسکال گیج میشی، نمیدونی. به این خاطر خطای نسبی ارجحیت داره. حالا خیلی وقتا این خطای نسبی رو به درصد هم بیان میکنه، یعنی ضرب در 100 میکنن. یعنی اگر ما اینو ضرب در 100 کنیم، در واقع به درصد بیان می شود. یعنی چی؟ مثلا اینو ضرب در 100 کن، شما میشه چی؟ 4 درصد. میگه آقا خطای نسبی 4 درصده. میگم پس اوکیه، مثلا مشکلی نداره، یا نه نباید بیشتر از 2 درصد باشه، این مشکله، بعد بیایم مثلا اینجوری حلش بکنیم. پس ما ترجیحمون خطای چیه؟ در واقع خطای مطلق، خطای نسبی هستش. من اینجا فراموش کردم بنویسم براتون، خطای نسبی. حالا به خاطری که مطلب جا بیفته، یه مثالی با هم حل بکنیم. مثال زمینیست، یک زمین مستطیلی به ابعاد 300 در یک زمین به ابعاد یک زمین مستطیل به ابعاد 300 در 800 متر موجود است. اگر خطای نسبی وسیله اندازه گیری 200 اوم باشد، بچه حواستون باشه خطای نسبی بود نداره، هیچ بودی نداره، چون به خودش تقسیم میشه مثل کرنشه. ولی خطای مطلق دقیقا واحدش یا بودش همون بودیه که در واقع مقدار واقعیمون داره. پس نسبی بود نداره، مطلق بودش با مقدار واقعی یک. خب میگه اگر خطای نسبی وسیله 200 اوم اندازه گیری 200 اوم باشد، نگین 200 اوم چی؟ 200 اوم دیگه نسبی، 200 اوم باشد مطلوب است الف خطای مطلق در اندازه گیری طول و عرض زمین به حد اکثر خطای مطلق و نسبی به مساحت زمین. دقت کنید نوشتم حد اکثر خطا. خب اینو میخوایم حل کنیم. من این نکته اینجا گفتم خدمتتون. ببین بچه، این ایکس آمن های ای آی حالا با قرمز هم بنویسیم، این در واقع همون ای آی ها، حواستون باشه، این همون ای آی، یعنی شما اینو داشته باشی، اینو داشته باشی، اینو میتونی به دست بیاری. اینجا هم دقیقا مسئله همینه. خب قاعدتا ای حالا آی 300 متر، خب اینجاست دیگه، خطا چقدر بوده؟ خطای نسبی 200،
ضربش میکنیم در مقدار واقعی 300. میشه چند تا؟ میشه دو سه تا میشه چقدر؟ 6 تا. میشه 6 متر. ببین این بود داره. یه آ برابر با 800 میشه 200 ضرب در 800 میشه چقدر؟ 16 متر. خب این شد قسمت الف ما که حل کردیم. خب ب میگه چی؟ ب میگه که آقا اگه اینجوری باشه حد اکثر خطای مطلق و نسبی مساحت رو حساب بکن. خب وقتی میگه حد اکثر خطای مطلق یعنی چی؟ یعنی ما یه ماکزیمو میخواهیم داشته که درسته؟ پس من یه مساحت ایدئالم، اس ایدئالم میشه چی؟ میشه 800 ضرب در 300 میشه چند تا؟ 38 تا، 24 تا متر مربع. خب حد اکثر خطا که ایجاد میشه که ما اینو فرض کنیم به مساحت حد اکثرش باشه، پس اس ماکسیمم میشه چی؟ میشه این 800 به اضافه این 16 دیگه درسته؟ ضرب در این 300 به اضافه خطا 6. اینا در هم ضرب بشه، اینا رو در هم ضرب کنیم میشه 24 96 96 متر مربع. خب حالا میخوایم خطای مطلقش رو حساب کنیم، میشه اختلاف این دوتا دیگه، در واقع ای آی ماکس این میشه اس ماکس منهای اون اس، اون تعریفی که اونجا داشتیم قاعدتا میشه 96 96 متر مربع. درست شد؟ خب ای آمو میشه چی؟ میشه دوباره همین 96 96 خب تقسیم بر به اون مقدار واقعی 24000 تا، باشه 24 240000 تا، 0 4 0 حالا 4 که اگر به درصد بخوای حسابش کنی درصدش ضرب در صد کنی میشه چقدر؟ میشه 4 0 4 درصد. این یه مثالی بود تا در واقع نحوه و انجام محاسبات خیلی ساده است. تو بلد باید. خسته نباشید.